سلامت باشه. بفرمایید. ما یک گفتنی دیگه هم دارم، فضل الرحمن باز ادامه بده. ما یک سوال بسیار کوچک در بین گپای دارم. تو گفتی که خداوند اگر مردارم شوه، خداوند اگر شهیدام شده باشه خداوند، عقل منطق تو چی میگه وقتی که یک اجنبی در وطن تجاوز بکنه، وقتی که تو از دنیا رحلت کنی، تو شهید میشی یا مردار میشی؟ امیر جواب بده. سیاس پدر فهمیدی، ما به تو نگفتم که ما امیر تپاس داده باشم که این مردار شد، ما گفتم که این دست خداوند است. تو امیر شهید خطیب نکنی و نمیکنه پنجابی پیرار در وطن تا. خب ما بر تو واضح میسازم، شما یک ذره پام افسله بکنید. در هر گپ که مداخلت میکنی خب نمیشه که در هر گپ مداخلت باشه. برادر عزیز ببینین، امی سطح منطقی اگه انسانم شما میفهمین کمو درجه بندی میشنی، مثل قد یک نفر سنش همه چیزش عقلش هم میتونه درجه بندی شوه. برای شخص خودم با تمام احترام که براتان دارم، برای یک نظامی که اینمی شخصی که در روی صفحهتان عکسش گذاشتین شما را سقوط داده، شما را ناتوان معرفی کرده، کشورتان گرفته بدگر روی کرده، یعنی تمام سیستم نظام اقتصاد همه چیز برهم زده، شما هنوزم اینمی شخص بعد از تمام انسانهای جهان اولتر از پدر بزرگوارتان شاید بسیار مناسب می بود که عکسش میگذاشتین اگر انتخاب میکنین یک کس را پرتین فرض مثال یا پدر کلانتان، اما شما این می نفر انتخاب میکنین. ای برام از عقل و منطق من دور است، اما شما میتونین بس کنین. امرای ما بفرمایید. سیاس این نفر از عقل منطق تو دور است و در عقل منطق ما مردم کسی یک جای کلان داره و یک جای خاص داره. به این دلیل ما شما را امرای خود مقایسه کردم، اون نفر هیچ امرای خود مقایسه نمیکنم. به این دلیل فهمیدی، به این دلیل که پدر ما مردم نه در میڈیا وجود داره او نه در منظم وجود داشته بود، این نفر بود و این می شخص بود پامی که در منظم وجود داشته بود، او بعضی وقت پامی در تویتر این نفر خودش پست میکنه، او شما هم قدم میتونید که تویتر داره پام شما برش پست بکنید که هر رقم گپ برش میزنید پامی باید بزنید 24 ساعت بشی. اول کدام صلاحیت داره فعلا نداره دیگه، چرا دوباره گپ بزنم؟ شبانه میدیا برای ما وقت بده لطفا در گپای ما اگر سر سوسالتی نباشین راحت باشین. فزلان صاحب لگ دغه وسخه لگ په آرام صحبت خیر دی. وقتی که شما سر این نفر انتقاد دارین، رئی جمهور شما بود، رئی جمهور ما بود، ما نمیگم که نه این تنها رئی جمهور افغانستان بود، تنها پشتو زبان پامیده سرش حق داره انتقاد داره، باید پشتو زبان انتقاد حق داره، انتقاد سالم سرش بگو. اگه وقت ما مردم میخیزیم میگیم که احمد شاه مسعود قهرمان ما مردم بود، اگر قهرمان خطاب بکنیم خب شما خوش میشین. من اگر ندارم شما بخواین نخواین به من ندارم، خب شما برای ما وقت بده که ما گپ خود بزنم. اگر ما مردم انتقاد به جای بکنیم شما کلتان میخیزین استاد میشین که والا پامیدی افغان غول انتقاد به جای کرده. همین گپ باشین همین گپ برها از طرفداران شما از دان شما پامیش نمیدین. نه اینمی واژه را که شما امیال استفاده کردین در کجا؟ در به قسم به ماه مبارک رمضان در کجا این واژه را از زبان ما شما شنیدین؟ قسم ما در لایپ پروتان از زبان تو شنیدیم، در لایپ پایق از زبان تو شنیدیم، ما خودت باز کردیم، ما خود امیر را پا میدیم شش تانه تیک تاک از ما رابطان. اوه خدای ما ها خودت باز کردیم برکت ماه رمضان. این نفر اصلاح کن یا روی سیاه کنیشه یا وقت بریم انصاف میخواهیم، یعنی شما وقت بریم بریم آقا دروغ گفتیم. کمری خودم بزنم پایم که ما را ببینی که شاید از چهره ما را بشناسی. مسئله شناخته ایمت وقت مواز خان است، میفهمی گوش ما دیگه قسم کار میکنه، من صدا میشناسم، چهره بر مهم نیست قدر. خب بازم کدام شک نب آقای گرامی من میفهم شما کی هستین، من میفهم شما کی هستین، من براتان گفتم من شما رو شناسایی کردم که شما کی هستین. امین مایک مرا آقای محمد شما دیر منتظر ماندین، بفرمایید صحبت کنین، من مایک شما رو غرض نگرفتیم. سلام خانم مهریار بر شما و بر دوستایی که اینجا حضور دارن، دوستایی که میبینن.
ما درود میفرستم بر روی شهدای تمام افغانستان که در اونجا مردم شهید شدن، تمامشان فرق نمیکنه، نظامی بوده، جبه بوده، کی بوده کی نبوده، بر روی تمام شهدا، چون واقعا حق دارن. ما شهدای زیادی داریم، تقریبا 1 میلیون خورده ما شهدا داریم در افغانستان که شهید شدن. ما درود بفرستم بر روی تمام ایشان. آمدیم سر بحثی که آقای فضل رحمان یکم سیاستی خیر است، هموطن خود ماست. خانم نه، گفتن مهریار ما هم وطنشان نیستیم، گفتن که اینا مرزها را نه تغییر دادن. خب نه خب اما خیر، ما نگفتن که پشتون کجا هستم بخاطر مرز کشیده، نگفتم این نه خب حرف از خیر کجا پیر شده. نه خب ما پشتون هستم بخاطر او بر هموطن صدایش میکنم، او قهار نمیشه، باز خیر است. خب ما هم وطن صدایش میکنم. اونا گفت ما تقسیمات کردیم، ما نفهمیدم این مرز حال ده کجا هست. والا ما خودم هم نمیفهمیم مرز ده کجاست، لیکن آقای فضل الرحمن کشیده دیگه، خیر است. خانم مهریار ببینین، اگه بیاییم ما سر شما، بحثتان سر چی است؟ ببخشین، سر جبهه اصلا مقاومت است، بس سر ما چی سر است؟ نی بس ما سر ازی بود که یکی از نفرا نام ما را استفاده کرده بودن، یک ویدیو جور کرده بودن که گویا ما بله دیدم. گفتیم که گویا ما گفتیم که قهرمان جنرال صاحب اکمل امیری در کدام زد و خورد داخلی در بین دو جبه که اردویش جبه ما است، هر کسی که امروز جبه جور کند برای آزادی کشور ما از هر جای کشور که باشه او جبه خود ما است. گویا ما گفتیم که در بین از اینا کدام زد و خورد شده، باز اینا در بین یکی دیگر خودشان کشتن. یعنی یک منافقت کلان است. یک موضوعی بود که ما خواستم یادآور شم، و موضوع دیگر که خیلی مهم است که یک تعداد که دیروز آمدن و در موضوع اعلان یا خبر شهادت هموطنان ما پایکوبی کردن، یعنی واقعا خوشحالی کردن. بر از من از دوستا پرسان کردم که آیا انسان ها از منطق دور شدن، از عقل دور شدن، یا فکر میکنن که تعلق به کدام کشور دیگه میگیرن که احساسات ندارن بر سربازای کشور خود. خانم مریار، خوب شد همی مسئله رو شما یاد کردین. ما لعنت میفرستم بر کسی که میایه با غم هم وطن خودش شادی میکنه. خب ما ای متاسفانه، ما بسیار متاسف هستم که این رقم چیزها رو میبینم. ما ای چیز زمانی دیدم که فروتن قرسک میزد در مرگ خوشحالی هموطنان خودش و قطع یک چند تا آدم های بیشرف دیگه که به غم هموطنهای خودش قرسک میکرد. بسیار متاسف هستم. آلی هم اگه کسی ای کار میکنه، من بسیار برش متاسف هستم. یک آدم در قسمت چی بود؟ کدام افسر؟ زمانی که خانم مریار، زمانی که در ولایت پکتیا یا پکتیکا چیز آمده بود، زلزله آمده بود. بعد همی فروتن بود، قرسک میکرد، گفت خوب شد اینا مردن و نمیفهم. گفتم آقا برادر خالق و از طرف خداوند است دیگه، مرگ است دیگه، آدم میمیره، مردم میان، وطنت از هرچی نباشه دیگه خیر است دیگه. ما او رو نمیگیم. آلی هم کسی که این کار میکنه، من لعنت برش میفرستم. هر کسی این کار میکنه، اگه پشتون است، اگه هر کی هست، اگه به مرگ یک وطنش کسی خوشحال میشه، من لعنت برش میگویم. من میگم بیایم انسان باشیم، تا اینکه پشتون باشیم یا ازبک باشیم یا تاجیک باشیم، انسان باشیم. انسانیت ما اگه رعایت کنیم، انسانیت اگه معیار قرار بدیم، به اینجا ما به اینجا نمی رسیدیم اگه انسانیت معیار کارهای خود قرار می دادیم. خب این که ما قرار نمیدیم، متاسفانه آل ما، آل افغانستان از همه دنیا بدتر است. ما می بینیم، عملا ما می بینیم که هیچ جای، هر جا که افغان است یا هر جا که به نام افغانستان یاد میشه، متاسفانه نه برش قبولی میده، نه عزتش میشه، نه آبرویش در امنیت است.
همه جا ما از مردم طعنه میخوریم که شما چرا کشورتان درست نمیکنین، چرا خودتان نمیتونین به کشورتان خدمت کنین که فرار میکنین میایین در کشورهای دیگه. متاسفانه ما خودم این چیزها رو تجربه کردیم و ما بسیار متاثر میشم از این چیز. تنها من متاثر نمیشم، کل هموطنهای ما متاثر میشن. و البته هموطن گرامی، یک موضوع رو باید برتان یادآور شم. پاسخ ما اگر کس ای گستاخی رو کنه بر من بگه چرا وطنتان جور نمیکنین، چرا در وطنتان نمیرین، پاسخ ما فقط امی است که ما وقت در کشورم به شمول ما تمام خارجی های دیگه که به دلیل جنگ در این کشور آمدن، وقت در کشور ما میتونیم پس بریم اگر شما از سیاست های ما دور باشین، از کشورهای ما دور باشین. هیچ خانم انسانی که مریار ببینین، پاویده ملت باشه ها نمیگه، چون که اینا میفهمن که چقدر در سیاست های از اینا چقدر در تبایی کشور ما رول داره. اینا خودشان خوب صحیح میفهمن. کسایی که البته کشورهای نه کشورهای کسایی مثل خوشی ترکیه، هستن. خانم مریار، کشورهای مثل ترکیه، مثل ایران، اینا جز جهان سومی یا جهان دومی حساب میشه. اینا به سطحی نیستن که حال ما بگوییم که اینا فرهنگشان اینقدر بالاست که اینا بفهمند که اینا سیاست خارجیشان تا کجا پیش میرن، تا کجا چی میکنن. میگن که پای خداوند پایکنده را موزه نده. خب یک تعداد از کسایی هستن که در مملکت خود حتی چیزی نشدن، نوکر بودن در مملکت ترکیه، ترکای هستن که هنوز هم سرک پاکی میکنن. اون من میفهمم. دکترش انجینیرش شما نمیبینین که بیاید گپ بزنه، اویش که سرک پاکی میکنه او می بر شما این گپ میزنه. خب دیگه اینم یک رقم عقده گشایی است که هم علی مهاجرین انجام میده، یک رقم عقده گشایی است. لیکن خانم مریار، من براتون خلاصه کنم. ببینید ما متاسفانه در همی بدبختی قرار داریم و این بدبختی را ما زمانی میتونیم ختم کنیم که دیگه کسی بر نام قومش نیای یک گپ بزنه. به نام اگه بیاییم ما به نام یک افغانستان واحد گپ زنیم، اگه بیاییم به نام یک افغانستانی که منسجم از همه اقوام، ای که ما بیاییم بگوییم ما فلانی میخواییم، تو فلانی میخوایی، متاسفانه ما 40 سال به جایی نرسیدیم، از این به بعدم نخواهیم چی رسید. میخواین؟ یعنی خواستن چی است؟ من خو شخصا از وقتی که اجداد ما تولد شده تا اینمی لحظه هویت ما در شناس خط ما در تذکری ما ثبت است، هیچ گاه کسی او را عصب کرده نتانسته. ما اونمو تاجک اینمی کشور که بودیم اینمی هم هستم، نه صلاحیت کسی من نه جنجا همی را کسی میگم. کار دارم. خانم مریار اگه ببینین تا امروز کسی ببین کسی صلاحیت ای را نداره قوم قوم بزرگ تو افغانستان عصب کنه، کسی صلاحیت ای را نداره. ببینین من اگه شما میگوین که کلمه افغان ای تو هست، تو ببینین این کلمه افغان، من میگم این یک چتری است که کل افغان ها یا کل مردم افغانستان زیرش جمع شوه. این چیزی نیست که ما سرش بحث کنیم. ما بر میگردم کوتا میخوایم سلامتی کنم امرای میمانایی که تازه آمدن. امان جان عزیز خوش آمدین، پرویز جان عزیز خوش آمدین، بفرمایید. سلام و درود بانو، درود خدمت شما، سلامت باشین. جناب محمد ابراهیمی، بیایم از آینه که دو کسی که به اصطلاح آرام بدون مشکل صحبت میکنن صحبت های منطقی خودی هم بکنیم، قبول دارین؟ بلکل منطقی، ما غیر منطقی بس نمیکنیم. به شرطی که امیاک چیز که نمو حقیقت بود دیگه، امور هیچ وقت تکذیب نکنیم. خوبه؟ نه من نه شما از خیر محترم لحاظ قومی و مچومی تا گپا و تاریخ و تمدن نه من و دگه زیاد و دگه. من آدم قومگرایی نیست. خیلی ببینین آقای ابراهیم محمدی یا محمد ابراهیمی یا محمد ابراهیم، من رفتم
چند سنف درس خواندم، چند کتابی هم مطالعه کردم، یعنی اقدر امی ذهنم باز شد، آگاه شد که کفایت کرد که بیایم یک واجیر به نام افغانستان. ما و شما هم وطن دوستیم دیگه، درست است؟ یعنی جان خود برای از این وطن میدیم، در حالی که 30 سال، بیشتر از 30 سال است در خارج زندگی میکنین، در همون سرزمین آبایی و اجدادی ما است. یعنی خود ما به بیرونیم، روح ما در اونجاست، بو خاطر که اونی میاییم رو لایفا و با هم صحبت میکنین، و بعضی هموطن هم هستن که صحبت هم نمیکنن بلکه با هم جنگ و دعوا میکنن. ما به همین نتیجه رسیدم، یعنی به همین قدر ذهنم باز شد که رفتم گفتم باشت من همین واجر یک دفعه سیل کنم بینه این واجر چی معنی میده. خب تحقیق کردم، باز اگر خواستین جناب محمد ابراهیم برای شما اسنادم میکشم. تحقیق کردم که خب و به حساب سن و سالی هم که دارم انگار تاریخ زنده هستم، من میتونم از زندگی که در دورانهای گذشته داشتم به شما ثابت کنم که اینمی غلط هست، اینمی تعمیلی است. آقای محمد ابراهیم، هم افغانستان به خدا بیمعنی است، من این رو شما معنی میکنم. افغانستان یعنی خانه افغان ها، درست؟ خب من تذکره دارم از زمان داود خان، داود تذکره چنین چیزی نوشته نیست که من افغان هستم، اصلا هویت وجود نداره در اون تذکره. ایرم میگیرم پیدا میکنم، صبر کنیم و بعد اصلا همین بافت همین اجتماع نگاه میکنم، برمیگردم به تاریخ. خدایا چرا ما همین 270 سال یا 300 سال از تمام همین بشر سوق پیدا کرد به طرف ترقی، به طرف علم، به طرف سواد. آقای عریوار، من گپتان کوتاه میکنم. یعنی اگه واژه ببینه، شما باید به من اجازه بدید شما نمیدونید برای شما علمی ثابت کنم که من علمی تانه نمیخوایم، من براتون جواب کوتاه میتونم. ببینه دوستان عزیز، هموطنان عزیز، برای هر دوی تان فقط میخوایم خواهش کنم که اگر دیالوگ کنیم برای دوستای دیگه هیچ وقت نمیمانه. نه من کوتا جوابشون رو میتونم. برنامه همین موضوع نیست، بس های هویتی و تاریخی میتونیم داشته باشیم، ولی اصلا عنوان برنامه امروز یک مشکل جامعه که نفاق افغانی به دلیل عقده است. دقیقا، ما برای برادر ما یک کوتا جمله کوتا میگویم. ببین برادر قند، اگه شما میگوین این رای حل نیست، ببینین اگه این واجب مثلا فرض کنید واژه افغان بیخی برداشته شوه از تو تذکیره، بیخی از عصف شوه از تذکیره، این مشکل را حل نمیکنه در افغانستان. ببینین شما اول بیاین این مملکت بسازیم، بعد سرشنام بانین، بعد هویت تان بانین، هیچ فرقی برای من نمیکنه این وطن هر که ساخت امو هم هویت اسمش تغییر بده، امو هم هویت شهر چی میخواه بانه، لیکن وطن مجور باشه. نه آل ما سر قبرستان بس میکنیم، آل فایده نداره. سر افغانستان بحث کردن آل فایده نداره، بیا برقندم، نه سر این واژه فایده داره. من قبول دارم که اول باید زمینه مساعد بشه، اداره وجود داشته باشه. زمینه در تیکتاک مساعد نمیشه بیا برقندم. هموطن های عزیز، بسیار معذرت میخوایم. آقای امان عزیز، بسیار پوزش میخوایم، نمیخوایم در حرفایتان داخل شم. کسایی که میگن در تیکتاک گزینه نیست، درست؟ من هم امرایتان موافق هستم که گزینه اول باید از دریافت کردن جغرافی از اشغال باید از باشه، باید از اشغال بیرون شوه. ما در اشغال قرار داریم، اگر ایره کسی رد میکنه برشان ویدیوهای افسرای پاکستان هم بگذارم که برشان تشریح میکنه یک به یک چرا ما اشغال هستیم و چرا ما را اشغال کردن و چرا موفق هستن در کار خود و کیها را استفاده میکنن. من او را میتونم روی صفحات بگذارم اگه دوست دارن هموطنهای ما.
گزینه اول است. این گزینه اول کی باید از دریافت کنه؟ دیو خانما باید از بین سم بگیرن اگر میخواین، یا ما اردو داریم 3.5 لک نفر نفوس داشت، 3.5 لک اردو داشتیم، درست است؟ درست. اگر در اشتباس کجا هستن اون شهروندای از این کشور؟ ما باور کنین، خودشان من فرار یک کردن. سال میشه، یک سال میشه که من اقدر جگرخون هستم که ای کاش من 8 سال تحصیل خود در اقتصاد نمی کردم، می رفتم یک بخش نظامی رو می خواندم. بلای لا اله الا الله قسم، امروز من دیجی نمی بودم، در داخل کشورم در یک سنگر می بودم. من خودم خراب احساس می کنم. ای کاش من اشتباه را نمی کردم و ای آلت ای تاریخ مملکت خود دیده، من می رفتم یک بخش نظامی رو می خواندم. من امروز اینجا نمی بودم. من در کنار اونمو برادرایم می بودم. من هم میفهم 3.5 لک اردو کجاست؟ همه گیشان دوست دارم، برای همشان احترام دارم، اما وقتی امی ما صحبت سوال خانم میکنیم مهریار، امی سوال مام دارم. من میگم ای وطن که 4 لک اردو داشت، ببینین جنرالایش از حد گذشته بود، مارشالایش از حد گذشته بود، لیکن شبی که سقوط شد، به خدا قسم من نمیفهم اینا شاهدم. موترهای زیریشان راه را بند انداخته بودن، مردم پیاده نمیتونستن تیر شوه. ای بیخی شرم است که ما بیاییم از یکی دفاع کنیم، بگوییم جنرال بود، فلانی بود، فلانی بود. به خدا قسم من هیچ کدامشان، خانه ببینید جان، در ما حد همه یک دیگه پس انسان. کنیم. ما شهروند کجا هست؟ 3.5 لک شهروند که عسکر بودن، نظامی بودن، سپیشل فورسز بود، کماندو بودن، این و آن. حالا خب من میبینم در تیک تاک هم کماندو است و جنرال است و این است آن است، اما در حقیقت کجا هستن همگیشن؟ ما براتون گفتم که فعلا ببینین کلشان، اکثرشان، یعنی بگویم 90%شان فرار کردن. ببینین خب نال از فرار رئیس جمهور کردن، محترم ما گرفته، از رئیس جمهور محترم ما گرفته تا کوچکترین سربازی که در این وطن وظیفه میکرد، کلشان فرار کرد. او درست است. ما برشان حق میتم در یک گزینه اول که نمیفهمیدن که طالبان امرایشان چی رفتار میکنن، اگر در اولین نقطه ای کار کردن، خیلی یک جای خیلی قسمی که خوردن اما چی در این پس؟ دو سال خیلی چی؟ قسمی که خوردن اما این خود دو سال خانم مریار. گذشت. نه خانم مریار، پس این قسمی که خوردن چی؟ که ما نمیفهم، یا وطن یا بله من کفن، هم پس اینجا این چی میگم، شد؟ میگم این حال خود 2 سال پیش شد. اگر ما بگوییم که اگر نه عادت حالا کرد، 2 سال بان، ای 2 سال بان، ای که نه امون روزی که تو باید، چرا باید صلاحیت تحویل میدادی؟ من هم خب ما میرم مردم که کدام، خب تو اگر وطن یا کفن بسیار مگه زیاد نیست، نگفته مردم بود؟ ما مداخلت میکنیم. محترم رئیس صاحب جمهور، سرقماندان الان آمده بودن، برشان چی کرده بودن، هدایت داده بودن برای قماندان ها که شما نه او هدایت میگه، بدین، ما اینا هم نگفتیم، او میگه ما نگفتیم. چطور امکان داره؟ ببینین در اینجا چیزا که خانم من مریار، شما گپایشان نشنیدیم، به خدا میگه ما نگفتیم. ما چطور میتونم امی لایف ما برای 6 نفر جور کنم؟ شما آگاهی دارین دوستای عزیز؟ دوستای عزیز که در لایف هستین، روی پرده هستین، میفهمین که به چه من شکل نمیخوام میتونم. خانم. اوی به خاطر که دوستا تقاضای زیاد دارن که میخواین صحبت بکنن، ولی من ما کس خود میزنم شبانه میریار، بعد پیشتن میرم پامیدی که برای ما وقت انسیل که بدر. ما مردم که چه وقت قسم خوردیم سر قرآن شریف، دست ما نیم که از خاک خود دفاع میکنیم، از ناموس خود دفاع میکنیم، در سر قسم استاد هستیم. دیگه پا تو وقت نزن که ولا کس نه قسم ورورا، خورد. چیری ولا رو ده گور طول وقت تختی در ولی ما دروغ وای، تا وقت راکه زخم خبری وکما ستاب طول خبرو وقت ما تختی تا در لاس مداخلات کنه، نه ده داخله دغدی. ګوره، ما ستاب خبرو کې مداخلت نه کوي، زما خبرو کې مداخلت مکه، غوږ ته ونیسه وس وای ورا بوس سعید، اسکو. غو ما ته مو وای چې د موږ نه تختی دل ټول وتختی دل لاس. خواه رحمان آلمو خواه همزبانتان از همتبارتان هم است، چرا امرای از او جور نمین؟ سر کو برای ما باید وقت بده تا گپای ما مداخلت نکنه، او به گوش خودت کن. چی کار هستی که هر کس میگی بر ما وقت بدین، بر ما وقت بدین، در گپای ما ما خودت موقع، هم میگی به نوبت صحبت ما بکنم؟ مکاراستم، ما مکاراستم که دامون نظام بودم، که وقت سر نظام گپ می پامی، باید گپ اول بزنی، میخواین گپ اول بزنم؟ گپ بزنی باید سر باید اول گپ سر جنرال بیا، باید اول سر گپ سر بریتمال بیا، باید اول سر گپ ما ټول سر ورته امام یاد کړه، کجا ما ټول هستن ورته یاد کړه، امیاله؟ ببینین ما ټول امو ورته یاد زمان کړه، د هر چی که مارشال شد، می ونی ولدا سرباز بسی. سعی کنین امو زمان هر چی که شد گذشت، نه؟ 2 سال امیال گذشت،
همگی که اگر خارج هم آمده بودن با اعصاب آرام میتونستن برنامه ریزی کنن، میتونستن یک استراتژی نو جور کنن، همگی یکی دیگر را پیدا میکردن. آل دنیای سوشال میدیا است، ببینین ما همیال در یک سبچ استفاده کردن 300 نفر همیال یک جای هستیم. اینا مشکل نمی داشتن که کسایی که در اردو بود 30 و نیم لک اردو نام خدا نام خدا ماشاءالله پیدا کنیم اونا را، پس 50 هزارش پیدا می کردیم از 30 و نیم لک، 10 هزارش پیدا می کردیم. یک برنامه درست کجا هستن هموطن؟ بفرمایید آقای بزرگ. اما وقتی که ما شما از افغانستان برامدیم پامید دماجده ما که برامدیم شما خودتان آمدیم در تیک تاک قید توب و تبرتان آمدین پامیدی یک دم پامی قوم پشتون، تاریخ پشتون، هویت پشتون پامیدی زیر تاثیر و زیر ترگیت آوردین بدو. اگر شما پامیدی قطعی ما مردم 120 سال در صبر کنید، ولی برای ما وقت بوده که ما حقیقت بگیم که شما بشنویم که حقیقت چی هستن. بگوین یعنی که بعد از سقوط دولت ما که در تیک تاک آمدیم شما را دیگه باز واکنشتان در نقطه قرار دادیم که شما هیچ دیگه مبارزه نکنید. سل خواله خواله گوش کنید شبانیم جان بفرما. وقتی که شما 120 سال پامید، یا 20 سال بگم و 20 سال بگی 20 سال شما قدیما مردم گذران کردین وطن بودین پامیدی، یک 10 روز یک 20 روز دیگه شما گذران میکردین میامدین لایپایتن درست میگیریدین که شما آن وطن در افغانستان دشمن ما شما یا دوست ما شما یا خائن در افغانستان شما چی نظر دارین؟ قدیما مردم جمع میشین استاد میشین نمیشین؟ شما خود نپتن آمدین سر تاریخ چرا هموطن چرا میگه باشیه میبرین؟ قدیما شما شهروند شما نظامی بر مملکت خودتان، بر من نی، شما خودتان منعیس نظامی بر کشور خودتان، چرا از ما باید سوال کنین؟ چرا باید منتظر ما باشین هموطن؟ رهبرای شما آمدن کار کرد، رهبرای شما خیس هم کار کرد، ما مردم خود نکردیم. رهبرای ما کی است؟ رهبرای همه رهبر گور فضل رحمان صاحب، فضل رحمان صاحب رهبران در طول و از موگم و در دویم و زده درانچ مارشال خپل کمیسی پریخو در تخته دی خیا رئی چمور هم خپل چپلکی پریخو در تخته دی طول و تخته دی. ګوره موږ اخرنی سربازان منګو چې د افغانستان نه منګ راووتلو، اخرنی سربازان منګو چې موږ د افغانستان نه راووتلو په کوم کې تاسو تختیدل اس کوم نه تختیدل اس کوم موږ تختیدل وي موږ په تیاره کې راوړي وي هغه ما مردو فرار کړم چې ما مردو په تیاره مې بوتل ما مردو فرار نه کړم په تیاره مې بوتل. ګوره فضل رحمان صاحب تخت دا ګور تخت دا نه ده چې ته په تیاری کې لاړ شي، کته په قشاغه لاړ شي هم تختیدل، کته په تیاری کې لاړ شي هم تختیدل. ما خپل مطلب کوم دی جن خپل میرسان پامې دي به ویج وقت پامې گریخته نه میگه که اکثر باز گریخته باشه، او کس گریخته پامې دي که تیاره برده باشه در 52 در 52 امریکا برده باشه پامې تیاره سوال کرده باشه امریکا تا کده باشه او نه فرار حساب کو ما را حساب نکو که برای ما می دوی جمعی که والا شما سربازا فرار کردید. ببینین باز هم میگم در او زمان حقتان نمی فهمیدین که طالبا چی وضعیت میکنه، همگی بیرون رفتن نه؟ درست ایر گریز نمیگم، سرباز باید شهروند شده بود، نظام با از هم پاش بر هم پاشیده بود، کل شب یک طرف میمانیم. حالا در 2 سال آخر از خارج با اعصاب آرام بدون جنگ بدون تمام مشکلات در اوجه در اون نظام جنرال بود نمیفهمم قماندان بود اینو آن، کسایی که میتونستن موضوعات نظامی را نقشه کشی کنن برنامه ریزی کنن، اینا میتونستن تمام وردوی ما را آماده بسازن. اگر 3.5 لک 10 هزار نفرش یعنی 5 هزار نفرش از 3.5 لک نفر با یک برنامه آماده میساختن، فقط نیک خدا نخواسته حالی 5 هزار نفر ما روان کنیم که بجنگن، اطور نی من این تقاضا را هیچ ندارم. اعلان کردن یک برنامه نظامی توسط خود وردوی که ما برشان باورمند هستیم بودیم در گذشته، چرا یک برنامه تیار نشد؟ برنامه که بود دو در خوب سای تحیه شده بود، خب مردم افغانستان نمیخواسته که در مقابل طالب جنگ بکنه. ای واضح گپ پس پامی دیو دقیق گپ پس هر که مردم به افغانستان پامی دیو. از کی سوال کردین ایره که نمیخواین؟ یعنی شما میگین که تمام مردم از او کشور با هم مفکوره هستن و در نقطه رسیدن که امرای طالب نمیخواین جنگ کنن، میخواین خانما 51% از او کشور دیگر نمیخواین تحصیل کنن، جوانایی که تحصیل کردن تنها خانما نه تا
تمام از این جوانهایی که امروز تحصیل یافته و بیکار هستند، اونا دیگه کار نمیکنن، نظامی ها دیگه اردو را نمیرن تشکیل میدن. مردم خانم مریا، مردم نمیخواسته، آمریکا میخواسته ایره، ای خو مشخص است، بله. اما ببینید ای خو آقای مشخص فضل است. رحمان من ایسی یک نظامی میگم، این مردم افغانستان نمیخواستن با طالب بجنگن و نه اینا بر آمریکا سیونیل نمیخواست، اردو صحبت میکنن. مردم افغانستان نمیخواست. اگر مردم افغانستان میخواست که طالب جنگ بکنه، در مقابلش استادگی میکرد مثل اوکراین واری. خب مردم افغانستان نمیخواست، اوکراین سقوط کرد، در ظرف 3 روز سقوط مردم کرد افغانستان نمیخواست. وقتی که مردم افغانستان نمی، شما ندیدین کمی همین مردم افغانستان بود که سنگای کلان کلان گرفتن موتورای اردو را به سنگ زد، شما به چشم خودتان ندیدین؟ در کجا موتورای اردو را در سمتای شما مرزی؟ یک ولسوالی را حساب نکنین محترم. سر وقتی که گپ ولسوالی میه، گپ ولسوالی میه، همو ولسوالی مربوط افغانستان میشه، از جغرافی افغانستان میشه، اون نیست پاکستان میشه، شاید نیست ظلم ایران میشه، زیاد دیده میشه. ببین شاید ظلم زیاد دیده اون مردم از دست اینا. چی میفهمی؟ وقتی که ظلم دیده فهمید باید ما برتان یک ویدیو نه، تا فردا اگه میخواین برتان حداقل 50 دانه ویدیو هموطن پشتون خوده برتان آماده میسازم، از طفل خردش که در تلویزیون شیشته گریان کده تا نتاقش که شیشته گریه کرده، امرای از طفل یک جای گریه کرده، تا شهروند روی جاده های کابلش که رفته گریه کرده، تا مادر که 5 فرزند خود شهید داده، تا مرد که در روی زمین ها شیشته و بود پاکی میکنه با پیچه سفید خود، چی میخواین دیگه بر ما بگین؟ اون مردم از طالب راضی است؟ آره پیدا کل افغانستان که از طالب راضی است. خوی نه یه سعیه لابی طالب است. من امرای از این نفر چی لابی طالب نیستم، لابی طالب نیستم. خب پیلان کس کنم خود در افغانستان حکیم بخونم کل قوم افغانستان رو پیچ رازی هستم. میگه من لابی طالب نیستم، آمده برای 40 میلیون نفوس گپ میزنه که همگی از طالب راضی هستن. اینا رو برای من میگه که من لابی طالب نیستم، ما بر از اینا اعتبار هم داشتیم، اینا هم جز از یه کشوره نمیدیار. وقتی که در مملکتت پامید کل مردم از طالب راضی هستن، قوم ستیز من آقا تو مادرم مرا قوم ستیز میام من باشه تمام به این معنی نمیشه که تو ستیز استی ام وطن سرباز کشورم ملت ستیز استی مردم بردگیز مردم بندی بندی هستن مردم بندی هستن هم وطن با کدام عنوان بندی هستن با کدام دلیل بندی هستن با کدام عنوان بندی هستن با کدام بانک نیست. فکر کنین در یک مملکت که الجبر بر دنیا ارائه کرده باشه بانک نیست، در مملکت که طب بر دنیا ارائه کرده باشه دکتر نیست، در مملکت که تعداد گذاری ساینس ستاره و کائنات شناسی را کرده، در او کشور امروز زن مکتب نمیره. بلیاز خدا هموطن، ما چند روز بعد میره کل هرسی دیله میشه، متبایده میشه و درست میشه و خانم بیدیر تاریخ هستیم. خانم بیدیر کل سیستما که از جور میشه و کل مردم افغانستان که از تاجک وزبک ازارت بانو میریار، اگر شما امیال عظمی جناب جنگم نکنیم نکنیم در تالیب هستم یک لحظه تو زشته تو نمیفهمی. وقتی بانو میگه که مملکتی که علم پزشکی رو برای اولین بار کشف کرده، تو نمیفهمی ایشان چی میگه. من علی ایرادی من میفهمم، برشان مهم نیست، برشان مهم نیست، بخاطر از این برشان مهم نیست. به خدا ما شما زیرم شرط ببندم که اگر بپرسین وقتی من میگم علم پزشکی رو در این سرزمین برای اولین بار کشف کرده، این نمیفهمم منظور شما از کیست. من میفهمم آقای شما؟ محمد ابراهیم میفهمم، اما اگر همی آدم فهمید من میرم از همی تیک تاک میرم. شما 20 صفحه میگه فزدین که ما از همی تیک تاک میگید صبر صحبت مرگوشان شما رو قد فلتر میگه، اینش بر من مهم نیست. اما اینجا بس ها ببینین خانم ها اینجا فلتر میگه، فلتر از چشمم سبز از سرخ است، به شما چی غرض؟
وان دفع یک گوش لحظه، ما ببخشید، زمین برای هم که برای وطن شما عزیز ثابت بشه، برای که به شما ثابت بشه، من باور وقت میکنم. وقتی امی بانو گفت که مملکتی که از او علم پزشکی برای اولین بار به وجود آمده، تو بگو تو چی فهمیدی از این گپ؟ منظورش کی بود؟ تو سرش موضوع بگی، ما باز میم قایتو بحث تاریخی میکنم کدام دفعه نیست. فضلرحمن صاحب دو قن زدر توان ده بل خوخ نمی فهمه دیگه که ما سیدو ما میفهمم که ما ما خوب سیم میفهمم. تو سرش موضوع بگی ما بگی و خدا کدام تاریخ از این جغرافیا ارتباطی داره. ما وقت سر ما زور به وقت سر شما که زور به پا میده که برنامه ریزی کردن نمیده باز راگوم میشین راگوم میشین هم وطن چرا سر ما زور به امیر یک لحظه بسن چه موضوع بحث تاریخی قدید نکنیم باز که هر چی بگو. آقای امان یک لحظه میبخشین. آقای فضل ببینه هم وطن عزیز، من امرای شما بسیار به احترام صحبت میکنم، شما را هم وطن میگم، شما را یک نظامی ما میگم، میگم ما بالای شما اعتبار کردیم و اعتبار میکنم. شما میایین از آدرس 40 میلیون نفوس گپ میزنین و میگین که حق دارین، یعنی میفهمین که 40 میلیون نفوس چی میخواه. ما براتون بسیار منطقی میگم که ویدیوهایی که ما از کشور ما میبینیم، حالت اقتصادی، حالت صحت مردم، حالت علم مردم در داخل کشور چیز نیست که ما میتونیم از منطق شعور انسانی سالم خود، سالم انسانی خود میتونیم ارزیابی کنیم که نمی مردم امکان نداره که خوش باشن. شما میگید که نه این مردم، ما اردوی ملی و نظامی ها برنامه سازی نکردیم به خاطر که 40 میلیون نفوس طالب قبول کرده. از چی شما میره؟ از روی کدام منطقه میره شما ارزیابی کردین؟ ما مردم از هر علت بود که شما خواستین یک رای نمیخوایم گریز بگویم، یک رای رد کردن موضوع را پیدا کنین که چرا شما برنامه ریزی نکردین. ما مردم برنامه ریزی خود کردیم. خمونتا شما که کدام مقاومت در افغانستان اعلان کردین، پامی در اون جای ما مردم نبود. هموطن من نمیگم که مقاومت کنار بگذارین، جبر کنار بگذارین، من نظام خودم میگم، نظام کشور ما وردی مسئولی تبایین رو شما صدا داشته بودیم باز ما برای تبزیبتون تبایین رو شما من خراسان از کسی نمیخوایم. افغانستان از خراسان افغانستان است. ما مردم در دامو پیتر خرافه شما هستیم. قد شما بحث میکنیم اگر شما حال زبان چون فهمیدین بگو مال فهمیدم هم وطن عزیز، اگر خودت میفهمی که من چرا خراسان میگم، ای ابو سینای بلخی که ممیال از لحاظ طب یاد کردم باز بسیار با افتخار نامش میگفتی، اما چون که نمیفهمی فکر میکنی خراسان ما نامیده که مردم دیگه خراب، فکر میکنی که خراسان ما نامیده که پشتونا خراب، خودت فکر میکنی که خراسان در خراسان پشتونا نیست. شاید اما تو یک چیز فکر کنی غلط اشتباه. نه خیر اما تو هیچ وقت نیست. وقتی که شما خراسان خواه صاحب. شما خراسان خواه ما خراسان خواه کی هست؟ من خراسانی هستم، افغانستانی هستم، سرزمین ما امروز افغانستان است، خراسان بوده، آریانای بوده. خبر بوده فضل رحمان صاحب تا ولی یلا دقه که گوره ما که میخوره و خیر دی خبری کلیدی دیو چی ده در خراسان طرفداران و وادی در منگ پا اوست نکی کنه مملکت اوست نکی کنه پریک در خلق مجبور پشتون است خلق ما مجبور کنه پشتون است منگ با دیو بایی اراده در افغانستان در پا رلتا پیو تعداد که زیشته ده و منگ اتاس در افغانستان بسر نویش منه بحث کنه نه خیر دی فضل امان سب اوست خونه وایی کنه میبخشین آقای فضل رحمان وقتی بوده وار خطیر شیده آقای فضل رحمان پشتون هستین یا نیستین؟ ما افغان هستم، افغان پشتون هستم الحمدلله. پشتون هستین یا نیستین؟ پشتون هستین؟ پشتون هستم، پشتو. اوکی. اگر پشتون هستین یا پختون هستین یا پتان هستین یا در گذشته پکتا میگفتن، اگر واقعا پشتون هستین چطور شما خراسان میتونین رد کنین؟
خراسان اما مردم آیا نمیخوایم. احمد شای عبدالی شای خراسان نبود؟ گور فضل رحمان صاحب در خراسان بود ده خمس مخفل و شما کنه نزد پادشاه از اصلا مخفل و خراسانی هاتون میکنن خراسان اما چه خودت بابا سوکو خراسانی هستی اما چه ده اجداد خراسان ده خراسانی و ده خودم خراسان بر لیکن اگه تیرسوی ده که تیرسوی تاریخ ده که اوس خاطر مخ شو فرق تاریخ چی بس دی اوس نیو مخ را واغه تو مخون دی را غسته نموگن موگن نمنو کنه خدا خبر ده کنه افغانستان ده اوس تاریخ افغانستان ده شما خلاص پیش آوردین ما مرد خوبش عزیز عزیز بسیار معذرت میخوایم شما بسیار دیر منتظر ماندین چیز گفتنی شما دارین؟ سلام خانم مهریار خدمت خود به خوش مهمانات خواهش میکنم خواهش میکنم ما منتظر بسیار معذرت میخوایم فضل جان فقط بسیار منتظر معذرت نوبت میخوایم خودم محمد جان تمام دوستان خواهش میکنم نوبت بگیرم خواهش میکنم 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 من چیز نمازم قضا نکردم میشه بخیر باشی خودشان رفتن من چیز نکردم نه نه من میرم بخیر باشین سلامت باشین من خواهش چون میکنم تشکر یک جا نمازم قضا محمد. میشه بخاطر یک ولی یک چیز برتان میگم نمازتان قبول باشه ما امروز سخت آمین. به حقیقت گویا ضرورت داریم که قلم به دست هستن شما لایف ما لایف شما همیش سم بگیرین من در موضوع هویتی شما غرض ندارم در موضوع تاریخی کسایی که از بین خود هموطنان ما به زبان خودشان بفهماننشانه راحت تر هستیم ولی ما باید آگاهی رسانی کنیم اینجا سوء تفاهم است شما دیدین من به نیست یک شهروند از نظامیم سوال میکنم او برای من میگه که 40 میلیون نفوس طالب خوش داره من میتونم نه خانم مریار ببینین هر کسی تفکر خودشان دارم اگه به مردم حساب کنین مردم از جمهوریت هم راضی نبودن مردم بلی. از هر دولتی که در این خاک آمده مردم راضی نبودن بلی. لیکن کسی اما از پیشش سوال نکده بله درست است ولی ببینید در خلیز موضوع جمهوریت که هست حق و حقوق انسانی به او حد اندازه پایمال نبود نه؟ یعنی اگر مکتب بود اگر دانشگاه بود اگر مثلا چیزای اولیه بود سعید چیزای اولیه بود نه؟ در او صورت آدم اگه میتونه که شکایت داشته باشه در بعض موضوعات من نیست شهروند اما ایتو که بگویه که من هیچ زندگی ندارم بسته یک نه او صحیح بود چیزای اولیه در دسترس بود بله بله بخیر باشین سلامت باشین سلامت وقت خوش بخیر باشین خدا جناب مریار سب دل کفک من که ایده پایین بلی آزو خدا بسیار معذرت میخوام من نمیتونستم کسره شما بر من یک بار رمی موضوع تکنیکی را که چطور